به دکتر سایان پیام های 21, 22 و 23 جدید ترین پیامشون حتما دقیقاً جوستو میاد. تو این دو ساله که خودشون قیام رو شروع کردن دست رژیم اصلا بهشون نرسیده, در صورتی که حکم تیر دارن و دنبالش هستن. چه راهکار بسیار زیبایی رو گذاشته با در امنیت مردم مبارزه بکنن بدون کوچکترین مشکلی. دل خود مردم هست. بله هم مردم هست. همین که 14 ما رو میگن و هر طریقی فقط بیرون باشد خرید بکنید حتی خیلی جالب بود. جالب بود وقتی شنیدم. همین که 14 ما همه دارن میگه جمع میشن بدونی که نشونه خودشون نشون بدن خیلی بهتره. امروز که سر کار بودم راجع به پیام 23 با چند تا از همکارام صحبت میکردم, خیلی لذت بردن از وجود همچین آدم شجاعی توی مملکتمون. دیگه باورشون هم نمیشد که راه نجاتی وجود داشته باشه. ناامید شدن ولی عالی شده الان. 14 مار که گذاشتن مردم واقعا روی استقبال میکنن. شروع میشه هر دفعه میشه شلوغتر قبل از و جالبیش اینه که حرومی ها نمیتونن تشخیص بدن مردم عادی کدوم از سردم کدوم. دیگه هم 14 مار اینا میذارن عادی تر باشه. دقیقا. یا پیاده روی میکنم. به همکارات میگفتی؟ شما؟ من صحبت کردم با همکارام. آره. چون شما هفته اومدن نه؟ آره این هفته تلفیقه بیشتری بیان. آره ولی با هم دیگه سعی کنن که با هم سلام علیک نکنن, یعنی آشنایی نکنن. آره تو گفته میشه ولی خب باز رعایت نمی‌کنن. حالا راهکارش خیلی عملیه. خرید بکنید خیلی عالیه. حالا می‌ذاریم همون روز. بله. می‌خوای خرید کنیم دیگه همون روز میام. خیلی شوراها خیلی مهمه. خیلی مهمه. الان تو خیلی از شهرها همین اطراف تو فولاد شهر شاهین شهر بچه‌ها خیلی هستن دارن فعالیت می‌کنن. در زرین شهر هم یه تعدادی از دوستانم همکارام هستن که مشغول هستن. شوراها خیلی داره پا می‌گیره تو خانواده‌ها. چطوری این شوراها جریانش؟ شورا خب شما وقتی که به عنوان یک شخص ارتباط می‌گیره با ادمین اصلی داخل خود کانال تلگراممون معرفی می‌کنه. در خانه شما به خانواده‌تون اعضای خانواده اطلاعات می‌دین. وقتی که مشتاق باشن و بخوان به قیام به پیوندن با هم دیگه ماهی یک بار با توجه به اطلاعاتی که خود ادمین قیام سپید بهتون میده شورا رو برگزار میکنه. خیلی نمیشناسنشون. متاسفانه چون که رسانه ها نمیخوان صدای ایشون, چون انسان بسیار والایی هستن و از خود مردم هستن, اینا نمیخوان صدای مردم رو به وابسته جهانیان بسیارن. تمرین اتحاد دیگه که مردم اتحاد یاد بگیرن, چیزی که نظام همیشه ازش ترس داره و تفرقه ایجاد می‌کنه. بله چون قدرت تو خود دست مردمه. توش هر سوالی براتون پیش اومد بگین که برای جلسه بعدی شورا حتما با هم دیگه در ارتباط باشیم و راجع بهش صحبت کنیم.